جناب دکتر، خب زمان گذشته با الان خیلی متفاوت شده، نه تنها تو مباحث تربیتی، تو خیلی چیزهای دیگه. خب از زمان قبل مباحث تربیتی متفاوت بود، پدر و مادرها هر کسی به روش و منش و شیوه خودش بچه رو تربیت میکرد، اما خب الان میبینیم که تربیت کودک، تربیت فرزند، اگر بخوایم بر اساس مبانی دینی و اسلامی هم باشه، دارای قوانین و قواعدی است تا اون تربیت درست و سازنده باشه. میخوایم برای بحث مقدماتمون یک اشاره کوتاهی به این موضوع داشته باشی تا انشالله سوالات بعدی رو هم خدمتتون مطرح میکنم. ببینید، امروز با پیشرفت علوم و تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته، علم تعلیم و تربیت هم مثل سایر علوم هم پیشرفت کرده و هم از یک سری قوانین و قواعدی تبعیت میکنه. اینطور نیست که ما بگیم که بچه خودمونه و دل من میخواد اینطوری تربیت کنم. فکر میکنن که تربیت دل بخواهیه، که دل من اینجوری میخواد، من بچه خودمو که بهتر از دیگران میشناسم. لذا ممکنه در بعضی موارد جزئی این مطلب درست باشه، اما کلیت تربیت این نیست. امروز تربیت یک سری قوانینی داره، قواعدی داره که باید اینها رو شناخت. در قدیم اینطوری بود دیگه، مکتب خونه میرفتیم میگو من بچه رو تربیت میکنم، پدر میگو من میدونم، امام جماعت مسجد میگو من میدونم، عرض کنم کت خدای محل میگفت من میگم این کار کو. هر کسی بر اساس ذوق و سلیقه خودش میخواست عمل بکنه. الان میگن تربیت سلیقه‌ای نیست، تربیت از یک سری قوانین و قواعد تبعیت میکنه که اینجا باید والدین توجه داشته باشن، حداقل سوال کنند از کسانی که متخصص در این کار هستند، تجربه این کار رو دارند، سوال کنند من در این زمین خودم اینو میفهمم، درست میفهمم یا نه. یه چک بکنند که خدای نکرده در تربیت بچه ها دچار تعارض و مشکل نشن. نکته دوم عرض کنیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم، این که پیامبر فرمود من کان عنده سبیون فلیت سابله، هر کی که مربی بچه است، حالا والدینند، مدرسه است، جامعه است، باید کودکانه رفتار کنه. هر کسی که بچه ها در اختیارشان برای تربیت، باید بچه شود تا بتواند بچه ها رو تربیت کند. این بچگی، این که کودکانه رفتار کردن، یه اشاره لطیفی داره و اون اینی که ما توجه کنیم بچه ها بر اساس اقتضای سنشان مطلب رو میفهمند. این چند تا مثال بزنم. بچه مفهوم دروغ رو حدوداً 5 سالگی میفهمه. درست. اینکه شاید 3 سالگی هم بگه دروغ نگو، اما از دروغ تصور درستی نداره. تقلیدی چیزی میگه دروغ نگو. مفهوم وزن را، این که چند کیلو ها وزنی چقدره، این سنگینتره، اون سبکتره، بچه 6 سالگی میفهمه. مفهوم حجم را بچه 7 سالگی میفهمه. اینا آزمایشاشون خیلی راحت هست، یعنی یه مقدار آب رو بریزی توی لوله آزمایش، بچه میگه چقدر زیاد شد، همون آب رو میریزی تو نلوکی، تو بشقاب میگه کم شد. یا یک خمیر رو، یه تکه خمیر رو چونش میکنی میگه کم شد، مثل سوسیس لولهیش میکنی میگه چقدر زیاد شد، همونه جلو چشمش هم این کار میکنید. این مفهوم حجم را بچه ها 7 سالگی میفهمند. فرضاً استاد همینجاست که میگن یه وقتی مثلا چون بچه ها گاهی زیاد بهانه آب میگیرن، اگر خواستی به بچه آب بدی تو لیوان بزرگ آب کم نریز، چون بچه اون نگاهش به اون کم است دیگه. بله. ولی اگر یه استکان رو با اینکه کوچیک از پرش بکنی، چقدر آب زیادی بهش دادی. آره. مفهوم خدا رو بچه ها حدود 9-10 سالگی مفهوم خدا رو میفهمند. ممکنه 4 سالگی هم بگی به خدا قسم، قسم بخوره به خدا، از خدا. شما به بچه 5 ساله بگو که خدا رو برا من 4 سالی و خدا رو به من بکش، یه چیز نمیکشه.
حالا یا کوه میکشه یا نور میکشه یا یه درخت بزرگ میکشه، نمیگه خدا کشیدنی نیست. خدا اینو متوجه نمیشه. مفهوم خدا رو بچه‌ها حدود 10 سالگی میفهمند. مفهوم قضایای اخلاقی، مسائل اخلاقی و انتزاعی رو حدود 11 سالگی میفهمند، که اینا کاملا میشه برای بچه‌ها تو خونه آزمایش کرد. امروز یه قوانینی داره، قواعدی داره، اینها رو بچه‌ها میفهمند. بنابراین ما برای تربیت بچه‌ها حرکتشون زیستیه، یعنی جسمانیه. بچه وقتی به دنیا بیاد هیچ چیز نمیشناسد جز خورد و خوراک. یعنی بچه وقتی دنیا میاد فقط تنها غریزه‌ای که در او زنده هست مکیدن عرض کنم شیر مادره، اینو فقط میشناسه. پس بنابراین باید بفهمیم تربیت در دوره نوزادی بر اساس خورد و خوراکه، بر اساس جسمانیه، یعنی مادی گرایانه است. بعد اون موقع همینجا هم تربیت معنا داره یا نه؟ تربیت همینجا هم معنا داره. تربیت همینجا هم تربیت اینی که بچه بر اساس نیازش به وقت شیرشو بدهد، در بغل مادر باشه. اگر بخواید اون رو پرورشی یا جدای از مادر شیر بدن، اون بچه نخواهد شد بچه که از دامن مادر شیر رو دریافت میکنه. اینجا لذا همینجا میگن جدا شدن کودک از مادر تا 3 سالگی برای بچه ضرر داره. حالا مادر شاغله، او بحث دیگری است، باید جبران کنیم یه مسئله، یه جوری حل کنیم این مسئله رو. بچه مادر 1 ماه مرخصی داره، بعد از 1 ماه باید بره سر کار. حالا یا این بچه رو به دایه میسپره یا به مهد کودک میسپره یا به همسایش، در هر صورت بچه از مادر جدا میشه. اینجوری یک نیازی از بچه مفقود میشه. دوست. نیاز به مادر رو تربیت اثر میذاره. بنابراین ما حدود تا این نزدیک 2 سال بچه بیشتر نیازش جسمانیه، تربیت، تشویق، تنبیه، همه اینا جسمانی. وقتی میگیم تنبیه جسمانی، نه که جسمشون میزنیم، نه، یعنی ممکنه بچه اونجا بگیم که از غذا خوردن 1-2 ساعت محرومت میکنیم، محرومیته، همونم غذایی هست. تشویقش میخوایم بکنیم ممکنه با شیرینی شکلات باشه، چون اون فقط شیرینی شکلات رو میشناسه. بعد از 2 سال نیازهای بچه روانی میشه دیگه، اونجا عاطفی میشه. وقتی نیاز عاطفی شد، اونجا دیگه به به و چه چه و آفرین و بوسیدن بچه و عرض کنم در بغل گرفتن بچه و اینا دوباره معنا پیدا میکنه. نیاز روانیشو ممکنه سنینه 7-8 به بعد نیاز معنوی در بچه برجسته بشه. اونجا همینطور که به مسائل جسمانی بچه ما میرسیم، همونطوری که به نیاز روانی بچه میرسیم، همین سنین 10 به بعد ما نیاز معنوی به دینی بچه رو داریم. اگر اونجا قضا به بچه نرسه چه آسیبی میبینه؟ همینطور اگر 10 به بعد 11 به بعد نیازهای دینی بچه هم تأمین نشه، سوالاتش پاسخ داده نشه، ممکنه بچه ها آسیب ببینن تو تربیت. بنابراین 2 نکته شد: 1، تربیت تابع قوانینه، سعی کنیم سر خود فلعی سلیقه‌ای تربیت نکنیم. نکته دوم، باید به اقتضای سن و نیاز بچه باشه، ببینیم چه نیازی احساس میکنه، بر اساس نیاز او تربیت رو انجام بدیم و دنبال کنیم.